همینی همزمان با سالگرد سوم شهریور بد نیست یه یادی از اون دوران بکنیم. بله روز سوم شهریور بود. بله درست. سفید دم روز سوم شهریور سحرگاهان به نظرم ساعت 4 بامداد نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب ایران را مورد حمله زمینی، هوایی و دریایی قرار دادند. در همان لحظات اولیه اسمیرنوف سفیر اتحاد شوروی و سر ریدر بولارد وزیر مختار بریتانیا به منزل منصور نخست وزیر رفتند ساعت 4 بامداد و طی یادداشتی حمله قوای خود را به ایران ابلاغ کردند. نمایندگان شوروی و بریتانیا علت این مداخله را وجود تعداد زیادی کارشناس آلمانی در ایران ذکر کردند. دخالت نظامی شوروی و بریتانیا در ایران متعاقب دو التیماتوم مشترک شوروی و بریتانیا در 28 تیر و 25 مرداد 1320 درباره حضور کارشناسان آلمانی در ایران به وقوع پیوست. آقای امینی این خلاصه رو البته برای یادآور خدمت همیهنان گرامی خواندم، ولی میخواستم از حضور شما پرسش کنم که آیا این ماجرای سوم شهریور حمله یا تجاوز قدرت‌های بزرگ به ایران قابل پیش‌بینی بود؟ آیا منتج یک خیانت بود یا ندانمکاری؟ برای جناب مهری هنگامی که جنگ جهانی دوم آغاز شد ایران اعلام بی‌طرفی کرد و این یکی از شوخی های تاریخ است، اعلام بیطرفی ایران، از این منظر که در جریان جنگ تنها به دلایل منافع اقتصادی سیاسی و یا نیرومند بودن یک کشور است که بیطرفی اون کشور رو نیروهای بزرگتر، کشورهای بزرگتر بهش احترام میذارن. این اعلام بیطرفی ایران یک شوخی از سوی دولت ایران بود، به جای اینکه بیاید و موضع خودش رو در یک جنگ جهانی که آغاز شده بود تقریبا روشن بکنه، یا دست کم پس از چند سالی که جنگ در گرفته بود سمت و سوی خودش رو روشن بکنه، ایران گمان کرد که با اعلام بیطرفی مثلا با او همان رفتاری خواهد شد که با کشور سوئیس که ذخایر طلای بسیاری از کشورها در اونجا بود و دست به اونجا نمی‌زدند روی خواهد داد. البته برخی کشورهای بسیار مهم اروپایی هم مانند سوئد اعلام بی‌طرفی کردند، ولی با درایت وارد مذاکره شدند و عملاً جانب متفقین رو گرفتند و کمک کردند، یاری رساندند به اینکه از راه سوئد پوزش می‌خوام مهمات و جنگ افزار و آذوقه به اتحاد جماهیر شوروی برسه و با حفظ بی‌طرفی درآمد کلانی هم از راه یاری رسانی به متفقین به دست آوردند. شوربختا که در کشور ما از دیرباز نخبگان و رهبران سیاسی ایران فرصت سوز بودند، یعنی به جای اینکه با درایت به شرایط تاریخی و جهانی نگاه کنند سر خودشون رو مانند کفک در برف کرده بودند و گمان می‌کردند که با یک اعلامیه جلوگیری خواهند کرد از سرنوشت قطعی دخالت در ایران. ایران دارای 1000 کیلومتر مرز با اتحاد جماهیر شوروی بود. جنگ به داخل اتحاد جماهیر شوروی کشیده شده بود. نبرد استالینگراد، نبرد به سوی مسکو آغاز شده بود و روشن بود که باید در ایران یک نیروی نظامی پشتیبان اتحاد جماهیر شوروی به وجود بیاید. افزون بر این اسنادی که بعدها به دست آمده یا در همون جریان جنگ به دست آمده تا چه اندازه روشن و درست و دقیق باشد معلوم نیست، ولی گواهی بر این است که چه بسا دولت بریتانیا دو دوزه هم بازی میکرد، یعنی هم از سوی میخواست با اتحاد جماهیر شوروی همکاری بکند و هم چشم به
منابع نفتی اتحاد جماهیر شوروی در جمهوری آذربایجان در باکو دوخته بود، در قفقاز، و در نتیجه بیمیل نبود که از راه ایران هم از یک سوی کمک نظامی بکنند به اتحاد جماهیر شوروی. فراموش نکنید که در هنگام ورود نیروهای متفقین به ایران، ایالات متحده آمریکا هنوز به طور رسمی وارد جنگ نشده بود، بلکه اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا دو نیروی اصلی متفقین بودند و ایالات متحده آمریکا با اونها همراهی میکرد، ولی هنوز وارد جنگ نشده بود. چند ماهی پس از اشغال ایران بود که ایالات متحده آمریکا هم وارد جنگ شد. واقعیت این است که سران دولت ایران مانند بسیاری از دورانهای دیگر اون درایت رو برای دریافت شرایط جهانی نداشتند، همان گونه که به دلیل این بیدرایتی و نداشتن آگاهی از زمینه‌های یا به طور کلی سفارایی‌های جهانی، نیروهای کشورهای دیگر، بسیار بزرگی از خاک ایران رو از دست دادند. در جریان اولتیماتومی هم که به از سوی دو دولت بزرگ تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا به ایران داده شد، یک جواب به راستی باید گفت فکاهی به دولت، به این دو دولت دادند. حتی تلگراف هایی که از سفارت ایران به تهران میرسه، سفارت ایران در مسکو به وزارت امور خارجه میرسید، در مورد دلمشغولی و گرفتاری و نگرانی اتحاد جماهیر شوروی از حضور ماموران و جاسوسان آلمانی در ایران، که بهانه ای در واقع بیش نبود، البته بودن جاسوسان در ایران ولی این عامل و علت اصلی اشغال ایران نبود، پاسخی که به اونها میدادن پاسخ به راستی خنده آور بود که ما همه مرزهای کشور رو با دقت نگاه میکنیم و امکان ندارد یک فردی بدون گذرنامه وارد ایران بشود، ورود به ایران نیاز به ویزا دارد و ما اجازه نخواهیم داد کسی بدون ویزا وارد ایران بشود. پاسخهایی که بیگمان در مراکز در مسکو و لندن به اون میخندیدند که اینها متوجه نیستن که موضوع بر سر چیست. دولت ایران به جای اینکه وارد گفتگو و مذاکره بشود با متفقین، دو دل بود. میدانید که در اون هنگام به گفته متین دفتری و دیگران، رضا شاه مطمئن نبود که آلمان ها پیروز میشوند یا متفقین، و حتی متین دفتری به دلیل اینکه یک گزارشی تهیه کرده بود در هیئت وزیران که نشان میداد آلمان ها موفق خواهند شد، جوانترین نخست وزیر بعد از مشروطه شد و البته پس از چند نزدیک به یک سال مستقیم از کاخ نخست وزیری راهی زندان گردید. سران ایران دارای اون درایت و آگاهی نسبت به سفارایی های جهانی نبودند و گمان میکردند که اعلام بیطرفی اونها رو حفظ خواهد کرد، و این فرصت سوخته شد. برای اینکه ایران باید یک کانون نظامی برای یاری رسانی به اتحاد جماهیر شوروی میگردید، راه دیگری برای رساندن جنگ افزار و دیگر چیزهایی که برای جنگ لازم بود به مرز، به داخل شوروی، جز ایران وجود نمی داشت. سرزمین های شمالی مانند فنلاند و دیگر خطرناک بود، راه دریایی بسیار دشوار بود و ایران با دستیابی آسان به دریای گرم یا اقیانوس هند به راحتی می توانست یاری رسان اتحاد جماهیر شوروی باشه از نظر متفقین. بنابراین تردیدی در این نبود که باید ایران اشغال می شد. اینکه ایران می توانست مذاکره کنه و به جای اشغال یک نوع ترانزیت از متفقین بگیره و درآمدی هم در این زمینه داشته باشه، کاری بود که باید سران ایران انجام میدادند. شوربختا که این فرصت رو از دست دادن و به ناچار نیروهای متفقین به طور نظامی وارد ایران شدند. البته این رو هم بیافزایم که در جنوب ایران مقاومت اندکی شد، نیروی دریایی ایران که بسیار هم جوان بود، کوچک بود، مقاومتی کرد، چند تن کشته شدند، ولی از شمال اتحاد جماهیر شوروی نیاز به این داشت که با خشونت به ایران حمله کنه و مراکز بدون دفاع، شهرهای بدون دفاع ایران رو بمباران کنه و فیلم بگیره و این فیلم رو در مراکز نظامی اتحاد جماهیر شوروی برای سربازانی که روحیه باخته بودند به دلیل شکستهایی که در برابر آلمان ها داشتن، اونها رو نشان بدهند و این رو به حساب یک پیروزی بر آلمان ها بگذارند.
این است که با خشونت وارد ایران شدن و جنایاتی کردن که نیازی به اون هم نمی بود. به راستی باید گفت که آمدن متفقین به ایران پیامد بسیار هولناکی برای اقتصاد ایران داشت، اما پیامد دیگری هم داشت و اون گسترش آزادی های ناچار در ایران بود. یعنی ورود متفقین روزنامه ها را آزاد کرد، یک نوع آزادی نسبی در ایران ایجاد کرد و می توان گفت که به یک دموکراسی نیم بند در ایران دامن زد. و این می توانست دولت ایران، دولت رضا شاه و منصور، اگر درایتی در اون می بود، اگر به جای منصور مثلا زکالملک فروغی نخست وزیر ایران بود، و چه بسا با مذاکراتی می توانستن از ورود جنگی یا ورود مهاجمانه نیروهای متفقین به ایران خودداری کنند و میزبان متفقین در ایران باشند، به جای اینکه هزینه بسیار کلانی در این جنگ به در واقع پرداخت کنند، درآمدی هم مانند سوئد داشته باشند. خیلی ممنون آقای امینی. بفرمایید که این متفقین وقتی وارد ایران شدند هرگز توانستند آخرین بازمانده های شبکه جاسوسی یا کارشناسان نظیر رو دستگیر کنند یا اخراج کنند؟ در درازای حضور متفقین در ایران جاسوس های آلمانی در ایران فعال بودند و به همین دلیل هم عملیات ضد جاسوسی، ضد تخریب از سوی نیروهای انگلیسی، آمریکایی و شوروی در ایران روی میداد. مامورینی در ایران داشتن، جالب، هم اتحاد جماهیر شوروی، یعنی ببخشید هم بریتانیا و هم ایالات متحده آمریکا، مامورینی در ایران برای مبارزه با آلمان ها داشتن، مقابله با آلمان هایی که در ایران نفوذ کرده بودن داشتن، که اینها در دوره پس از این، پس از خروج نیروهای متفقین در ایران، مانند دوران همین مقدم بر 28 مرداد، در دوران مصدق، برخی از اینها مانند زینر به ایران بازگشتند و نقش مهمی، یا همون شوارتزکوپ که در ژاندارمری ایران نقش داشت، به ایران بازگشتند و نقش مهمی در برانداختن دولت مصدق داشتند. بسیاری از آلمان ها از ایران در همون دوران خارج شده بودند و برخی هم خوب گرفتار شدند. مامورینی هم در ایران داشتند. بسیاری از ایرانیان هم به جرم همکاری با آلمان ها دستگیر شدند، از جمله سپهبد آینده زاهدی در اصفهان به جرم همکاری با آلمان ها دستگیر شد. بله، کاشانی هم اتهامی که زده بودند به همین گونه بود. یک نوع در میان ایرانیان، جدا از اینکه آیا اینها مأمور بودند نبودند، من آگاهی ندارم و گمان نمی کنم که زاهدی یا کاشانی مأمور آلمان بوده باشند، تصورم چنین نیست اصلا، به ویژه راجب زاهدی، و گمان می کنم که یک نوع سمپاتی های نسبت به آلمان ها در ایران وجود داشت. می دانید که در اون دوره حزب کبود ایجاد شده بود، احزابی وجود می داشتن که با آلمان ها همکاری می کردن و به دلیل دشمنی که با اونهایی که با کمونیسم مخالف بودند، به دلیل دشمنی با کمونیسم، اونهایی که از دیرباز با بریتانیا مخالف بودند، دشمنی با انگلستان، یک نوع سمپاتی نسبت به آلمان ها برای دومین بار در ایران به وجود آمده بود. شاملو رو چه گرفتن؟ والا من اجازه بدید که وارد جزئیات نشم. او هم گویا متهم شده بود به این که در اون زمان مخالفت با انگلیسی ها کرده و سمپاتی های به سوی آلمان ها داشته. خیلی از ایرانی ها سمپاتی به آلمان ها داشتن. یه موضوع دیگر این که گفته می شود حتما هم درسته که رضا شاه بیدرنگ پس از حمله قوای متفقین به ایران نامه می فرسته برای روزولت. بله، از او کمک می خواهد. بله، این جوابش داده شده؟ جواب این نامه؟ جوابی به اون صورت داده نشده. از سوی دولت آمریکا در واقع پاسخ این بوده که کاریست که انجام شده. یعنی اون نامه در واقع خیلی دیر به روزولت فرستاده شده بود، این کارهایی بود که پیشتر باید انجام میشد. اگر یادمانده ها و گزارش های وزیر مختار بریتانیا و سفیر شوروی در ایران درست بوده باشد، هنگامی که در بامداد، ساعت 6 بامداد، رضا شاه رو بیدار میکنند و در 7 بامداد در کاخ او با او دیدار میکنند، ادعا این است که رضا شاه میگوید که از این دو اولتیماتوم یا اتمام حجتی که دولت‌های بریتانیا و شوروی کرده بودن آگاهی نمی‌داشته. شواهدی هم در دست هست که شاید منصور اینها رو به آگاهی رضا شاه نمی‌رسانده، شاید بی‌محراس بوده، شاید
فقدان درایت بوده هرچه بوده، به نظر نمی آید که ایران آمادگی برای درگیری با این حمله را داشته. حتی چند روز پیش از ورود نیروهای متفقین به ایران، یعنی در روزهای پایانی مرداد ماه، به گزارش سفیر فرانسه در یا آتشه نظامی فرانسه در ایران، یک مانور نظامی در بخشی از ایران انجام می شود که در اونجا رضا شاه از افسران خودش می پرسه که چند روز می توانند در مقابل شوروی ها مقاومت بکنند، و اونها پاسخ می دهند که مثلا یک هفته یا دو هفته، و آتشه نظامی می گوید که اینها نمی دانند که چند ساعت هم نخواهند توانست مقاومت بکنند. گویا رضا شاه تصور می کرده با هزینه ای که در ارتش ایران کرده بوده، ایران خواهد توانست در مقابل ارتش اتحاد جماهیر شوروی یا بریتانیا مقاومت بکنه، در حالی که این واقعیت نداشته. برخی هم این رو اجازه بدید که اشاره کنم، میگویند که خیانتی در این زمینه صورت گرفته، و این خیانت از سوی دو نفر از سران ارتش، از سران اون کمیته امنیت، اون ساختار به هر حال اداره نیروی نظامی ایران بوده، و این دو نفر خیانت کردند و سربازان رو به خانه فرستادند و ارتش تازه‌ای رو کوشش کردند استخدام کنند. فراموش میکنند که یکی از دلایلی که اونها این کار رو انجام دادند در این بود که با فروپاشی ارتش، این سربازان میتوانستند اینک با جنگ افزار به خیابان بروند و جنگ افزار خودشون رو، تفنگ خودشون رو، فشنگ خودشون رو بفروشند. این است که پادگان‌ها رو تعطیل میکنند و اونها رو به خانه میفرستن. کار نادرستی نبوده. تصور این که اگر اینها این کار رو نمی کردن، ارتش ایران می توانست در مقابل اتحاد جماهیر شوروی یا بریتانیا مقاومتی بکند، بیشتر به شوخی شبیه هست تا یک بحث جدی. شبیه همون افسانه است که در دوران، اگر درست بوده باشد، در دوران لشکرکشی ناپلئون به شهروندان لیختنشتاین برای سالیان درازی یاد می دادن. چون ناپلئون هنگامی که به طرف روسیه حرکت کرده بود، میرسد به یه تپه‌ای که گویا این کشور لیختنشتاین بوده. البته معلوم نیست تا چه اندازه این داستان درست باشه، ولی به این افسانه مربوط به ایران هم میخوره، و میپرسن که این سربازان کی هستن. میگویند که کشوری است به نام لیختنشتاین، و او میگوید که ما به جنگ فیل میرویم، به جنگ شیر میرویم، با این موش و اینها نمیخوایم بجنگیم. و گویا راه رو اندکی تغییر میدن و از راه دیگری به طرف روسی حرکت میکنند. حالا تا چه اندازه این افسانه درست باشه یا واقعی باشه، برای سالهای درازی مردم واقعا باور داشتن که ارتش لیختنشتاین در مقابل ارتش ناپلئون مقاومت کرد، هنگامی که او بر تمام اروپا چیره شده بود، لیختنشتاین رو نتونست فتح کنه. تصوری که ارتش ایران میتوانست در برابر اتحاد جماهیر شوروی یا بریتانیا، اون هم این دو نیروی برحال نیروهای برجسته نظامی جهان که در برابر آلمان ایستاده بودند، مقاومت بکنه، یک شوخی است و واقعی نیست. و چه بسا ایران باید پیش از اون مذاکره میکرد و میپذیرفت طرح متفقین رو و ایران رو پل پیروزی از راه صلح میکرد، از راه مذاکره میکرد، و درآمدی هم اشاره کردم از این راه به دست میآورد. آقای امینی، یه سوال دیگه دارم در همین زمینه، اگه موافق بفرمایید. و اون این است که این طلاهای ایران که شوروی در زمان زاهدی به ایران داد، اینا بابت چی بوده؟ اینا سپرده هایی بود که ایران در دست اتحاد جماهیر شوروی داشت در دوران جنگ. جزئیاتش الان به خاطرم نیست، اجازه بدهی که بدون آگاهی دقیق از جزئیات اون امروز وارد بحث نشم. اگر خواستید حتما صحبت خواهیم کرد. در اون دوران این طلاها رو در دوران مصدق اتحاد شوروی به ایران پس نمیداد، پافشاری میکرد که بهانه می آورد و پس نمیداد، و در دوران زاهدی این رو تحویل دادن، و خب یک نشانی هم بود از این که تا چه اندازه نسبت به دولت مصدق بدبین بودن شوروی ها. خیلی ممنون ازتون.